الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذعت لديه أعناق الأكاسرة الذي لا ملجأ ولا منجا سيما الإمام
اگر بخواد لای اجتماع بموند و تو مردم خلط و آمیدش کند و معامله کند و معاشرت کند و مواصله داشته باشه، دینی براش نمیمونه. یعنی اونقدر اجتماع فاسدی شود، اونقدر مردم بیگانه از علم و فضل و کمال دینی گردن، اونقدر بیگانه از معلومات و پایبند بودن به اعمال مذهبی بشوند که در دل اون اجتماع متدین نتواند زندگی کند، بلکه فرار کند از بالای قله کوهی به بالای قله کوهی دیگر. که سعلبه به اشباله مثل روباه چیکار میکنه با بچهش؟ گفتم علماء حیوان شناس میگن حیوانی در میان جامعه حیوانات به اندازه روباه عاشق بچهش نیست و به قدری گرگ عاشق خوردن بچه روباهی که حد نداره، یه لقمه لذیذیه برای روباهی، اونقدر بچه شو میخواد، گرگم اینقدر خوردن این بچه رو میخواد. روباه هم نسبت به بچهش وسواس داره، تا بچه میزایونه از بس علاقه بهش داره و میدونه گرگه در کمینه بچه شو بخوره، هی بچه شو به دهنش میگیره میاره بالای کوه، از اونجا برمیداره میاره بالا او کوه، میگه نکنه اینجا بیاد، برمیداره میاره تو سوراخ، از اون سوراخ در میاره قایمش میکنه تو سوراخ. اینجور پیغمبر میگه در آخر الزمان یک مش متدینا از بس علاقه به دین دارن و از بس میدونن گرگای ضد دینی در کمینن، میخوان دینشون رو از اینا بگیرن، با تبلیغات مسموم میخوان معتقدات دینی اینا رو از بین ببرن، برای که از چنگال اونا فرار کنن و دینشون رو نگه بدارن، هی از این محله به او محله، از این کوچه به او کوچه، از این ده به او ده، از این شهر به او شهر، هی آشیانه عوض میکنن، شاید بتوانن این 50-60 سال این دینه رو نگه بدارن و با دین بمیرن. اینقدر مزیقه باشن متدینا. هم مردمی که بخوان حفظ دین کنن در مدیق باشن، هم اونهایی که میخوان متدین بپرورانند و متدین درست کنن، یعنی گوینده های دینی. خود مردم هم کم کم حالشون منقلب بشه، کار به جایی برسه، کم کم دیگه از شنیدن حقایق ناراحت بشن، چون فاسد شدن. هر کسی دلش میخواد همونجور که هست بگی خوبی، اگر رفت تو روش ایستادی گفتی خلاف شهر میکنی به دل بیارور میکنه، بدش میاد. میخواد همش تملقشو بگن، چابوسیشو بکنن، دست به سر کلش بمالن، چاغانش کنن، هی هندونه زیر بغلش بگذارن، این ناراحت از حد شنیدن. 2500 تومن داده یه دونه تلویزیون گرفته بوده تو خونش، شما این حلق و جلوت پاره کن، اعصابتو خورد کن، اونقدر داد بزن کافی که این پهلوها درد بیاد پارش، اونقدر قال صادق و قال الباقر و قال رسول الله و قال امیر المومنین براش بخون، اونقدر تاریخهای اسلامی رو بخون، بعد آخر کار میگه خب حاج آقا 2500 تومن دادم، میگی دست ازش بکشم؟ من یه سوال ازت میکنم، میگم یا دست از امام صادقت بکشی و دست از تلویزیون، کدومی که بیشتر برات میارزه؟ امام صادق برای تو چند میارزه؟ برو بگیرم والله این تشکیلات مقابل با امام صادقه، نه با امام صادق، اصلا روبروشه، نقطه مقابل. شما در میان کدام خانه یک ماه تلویزیون بردید که در میان او خانه دیگه برای زن و دخترش عفت بماند؟ کدوم خانه یه دونه شوشون من دیدم؟ مگر برنامه هاشو ندیده باشن، خاموش بشه یه گوشه.
یک شب من وعده کردم به رفقا از بس اصرار کردن در این مدت در مشهد، وعدشون دادم من امشب روزه دو طفلان مسلم بخوانم. اما اونایی که نوار دارید این نوار رو نگه بدارین، اونایی که ضبط دارید این ضبط رو نگه بدارید که از اون نوارای یادگاریه. با لطف خدا و توجهات حضرت مهدی سلام الله علیه دامنه ی عرایز دوازده هزار نامه نوشتند مردم عراق برای امام حسین. کوفی ها از همون سابق معروف بودن به بیوفایی، با هیچ که وفاداری نکرد. نه دوازده هزار کاغذ نوشتن برای امام حسین، امام حسین بیا. امام حسین یه آدمی زیرک، یه آدمی زرنگ، یه آدمی دینی که رهبری عالی خط فهمیده با کمال انسان. گفت دوازده هزار تو نامه به من نوشتین بیام، اما برای که همه جور کتاتونو ببندم قیامت نفس نتونید بکشید یه راه دیگه هم دارم، یه نماینده اول میفرستم ببینم این کاغذا اساس داره، ریشه داره یا نه. به نام مسلم ابن عقیل آیون مسلم و فرستاد کوف. چهار پنج روزی که مسلم وارد کوفه شد 18,000 نفر مردم با مسلم بیعت کردن. مسجد کوفه رفتی؟ 3-4 تا مسجد گوهرچاد. مسجد کوفه وقتی نماز میخوندن پشت سر مسلم تا دم در جا نبود، پر، همه پشت سر مسلم نماز. یک شب عبیدالله اعلان کرد هر که دور و بر مسلم باشه و طرفداری از مسلم بکنه میگیریمش. مسلم ابن عقیل بنده خدا نماز مغربش رو خوند، وسط نماز مغربش رو نگاه کردید یه نفر نیست، تمام رفتن. این 18,000 نفر رو همه رفتن تمام. نماز عشاش هم خوند. دو تا بچه پسرای مسلم با مسلم بودن، یکی محمد یکی ابراهیم، از مسجد کوفه اومد بیرون سوار استر و قاطر شد، بچه هاشم جلوش خدای کجا بریم، تمام برگشتن. او رئیس قبیله سر من دعوا داشت بیا خونه ما، او شیخ قبیله سر من دعوا داشت بیا خونه ما، او مریونره میگفت بیا اونجا، او گداه میگفت بیا اینجا، یک نفر امشب نیم. همه رفتن. یک شهر پر از دشمن، یک یار ندارم. همه رفتن. اینا مسلمونه، اینا متدینه، اینا راست میگه. تمام. آخوند کوفه شریح قاضی لعنت الله علیه، آخوندم با ثبات قدمش خوبه، اولات خوب باشی حساب نی، آخر کار چی از کار در میای او حسابه. به حق امام از قسمت میدم عاقبت هامونو ختم به خیر. به حق امام از دین ما، ایمان ما، تقوای ما، ورع ما، حقیقت ما، معنویت ما، طرفداری ما از دین و قرآن تا نفس آخر برای ما باقی بدار. شه یه وقت لغزش و لرزشی پیدا کنیم او ساعت آخر امام حسین آقمون کنه و بمیریم، چه من چه شما فرقی امام زمان آقمون کنه و بمیریم. آی مردم هم من باید فکر مردن باشه. من دو تا بچه هاشو بودن جلو استرش گوه میریم خونه شورای قاضی آخوند کوفه است. آقا خبر همینجور که داشت میرفت تا یه وقتی یه جارچی تو کوچه ها تاریک بود، مثل حالا تو کوچه ها برخشی نبود که تو کوچه های تاریک دیدی یه جارچی داره جار میده. آی مردم عبیدالله امیر دست
دستور داده هر کس مسلم و دید دستگیرش کنه بیاد دارالاماره تحویل بده جایزه بگیره. مسلم دید دارن دنبالش میگردن تو تاریکی ها زود خودشو رسول در خونه شوره در زد شوره اومد. این شوره ای که دست بود پاله بود تا فهمیده که دنیا به مسلم برگشته از مسلم برگشته اونم رنگش برگشت. یک وقت مسلم ابن عقیل دستی در خونه این شوره ای که آقا قربونت بشم یه دفعه بیا خونه ما یک دفعه تا در رو باز کردید آقا مسلمه به تو پدفتی پشت بوشتو میخارونه ریشت تو دندوناش میکنه اولا دندوناش تصویر در رو ده استخاره میگیره مسلم رو بیاره تو خونه خوبه یا نه دید استخاره میلیونه ای وسط اومد ده دوزا مسلمون بود که آمد بسید که مرد الله گفت آجون شوره یه قاضی گفت بله گفت خاطر جمع باش من خونت نمیخوام بیم راحت من خونه تو نمیخوام فقط یه کار بهت بشتم گفت بفرمید آقا وقتی فهمید آقا نمیاد خیالش راحت گفت بفرمید امری داشتی گفت فقط یه دو تا بچه ها میخوام تو خانه یه تو باشم من چون دیدم 17000 نفر با این بیعت کردن یه نامه نوشتم برای امام حسین آقا بیا مردم خوب گرویدن کاغذ که برات نوشتم دور و بر ما هم جمع شدن ما امروز کاغذ رو داریم قاصد برده امشب هم مردم برگشتن ده. امام حسین ترتیب اثر به کاغذ من میده حتما حرکت میکنه میاد. امام حسین وقتی آمد کوفه دو تا بچه های منو تحویل حسین میده که این بچه های من کشته نشه. چه حالا مسلم خودش سوار است شریح قاضی میگه هی سه چهار قدم مسلم میرفت هی برمیگشت به یه بچه هاش نگاه میکرد باز برمیگشت بچه هاشو تو بغل میگرفت ماچ میکرد باز یه چند قدم مسلم میرفت بچه ها بابا بابا میگرده مسلم برمیگشت و آغوششون میگرفت یه منظره عجیب مگر دلت سنگ باشه و آهن جمع آیون عزیز خدا قسمتتون کنه برید عراق. از بغداد وقتی میخواید برید تو راه کربلا یا راه نجف هر دوش راه داره میرسید نزدیک مسیب جسر مسیب تو نخل سونا همجوری که داریم جاده ماشین میرد نگاه میکنین لا درخت های خورما بینید دو تا گنبد کوچولو پیدا به شوفره میگی اینجا کجاست میگن قبر دو تا بچه های مسلم ابن عقیل. آقا تو حرمشون میری خدا شاهده نه واعظ میخوایی نه زیارت دامخون نه روزخون همین که پاد تو حرمی دو تا بچه میداری دو تا قبر کوچولو برای همدیگه میبینی آتش می خب مسلم رفت تمام شهر مضطرب ناراحت یکی شوهرش خونه نیست میگه نکنه شوهر ما گرفته باشن یکی پسرش بیرونه یکی برادرش همین ناراحت. مسلم یه وقت رسید کنار یک کوچه از استر پیاده شد سرش گذاشت به دیوار یه زنیه جلو به در نشسته اسمش توعه این منتظر پسرش بیاد یه آقای از استر پیاده شد سر به دیوار گفت آجون چرا سر به دیوار خونه من بوده چرا نمیری خونه من الان پسرم بیرونه میدونم به دلم چی میذاره تو هم برو لابد زن و بچه منتظرم برو خونه اونا رو از اضطراب درار برو جانم برو. مسلم چیزی نم دوباره گفت آجون چرا نمیری خونه هیچی نم در این سوم گفت آقا فرموی آب داری خانمی خورده برای من بیاری رب یه در آب آورد داد آقا نوشی جانش کرد با سرش گذاشت دیوار گفت آجون چرا خونت نمیری صدا داد مادر آخه من خونه ندارم گفت شما کی هستی گفت من مسلمم من خودم یه چند تا شعر برای حضرت مسلم گفتم شعر خیلی گفتم یه چند تا شعر رو برای حضرت مسلم گفتم امشب بخونم
زمینه مجلس آماده بشه برم سراغ بچه ها. جان ختم المرسلین، چراغ رو خاموش نکنید. جان ختم المرسلین در کوفه جا دارد نداره. بهتر از روح الامین در کوفه جا دارد نداره. افسر جانباز حق در کوفه سرگردان و بیکس، نایب سلطان دین در کوفه جا دارد نداره. آسمانم آسمانم کوفه امشب گریه کن بر حال مظلم. اختر قرآن ببین در کوفه جا دارد ندارد. مسلم مسلم بی خانمان در کوچه هم می گردد امزد. یک جهان ایمان و دین در کوفه جا دارد ندارد. من برای این شعرش خیلی ارزش قائلم، خیلی قشنگ شده با لطف خدا. الله امتحان امتحان حق نگر از اون مسلمانان و مسلم. هر دو امتحان دادن، او در شهامت و وفاداری، اونا در بیوفایی. امتحان حق نگر از اون مسلمانان و مسلم. مسلم است ای مسلمین در کوفه جا دارد نداره. مسلم است ای مسلمین در کوفه جا دارد نداره. صدا زد ایزن من مسلمه. تو آقا من نمردم، بیا تو خونم. بردش تو خونه. خب مسلمم با او برنامه کشته شد. دو تا بچه ها پیش شورای قاضی بودن. امام حسین کربلا اومد، صحنه کربلا پیش آمد و گشته شد.